و پس الان محرم است و ماه عزا و ماه قضا و کرونا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اگر هم یه غلطی کرد میندازن گردن کنکوری ها و خلاصه عزاداری سید و شهدا، کوید 19 که هیچی، کوید 1200 هم سرش نمیشه لابود. و البته مقام معظم رهبری یک مورد خیلی بهداشتی رو لحاظ فرمودن و گفتن که سینه زنها برای رعایت نظافت با دستکش سینه بزنن که امیدواریم افاقه کنه. اما امروز من میخوام که در ستایش شمر زلجوشن براتون سرودهی بخونم، یعنی این شمر صفاک جنایتکاری که امام سوم شیعیان رو به قتل رسوند و فاجعه عاشورا رو درست کرد. به دلیل همون درست کردن فاجعه عاشورا خوب مورد عنایت آقایان منبری ها و نوح خان ها هستش. به همین دلیل اینجا یک شیخی تکریم میکنه، ایشون رو بزرگ داشت میگیره از ایشون و به هر حال قدردانی میکنه عنایتی که شمر جنایتکار در مورد آخوندها و شیخها و اهل منبر و نوع خونها کرده. و حتی این بابای شیخ چیز میکنه، حتی شمر رو تشویق میکنه که تو باعث شدی که امام حسین شهید بشه، وگرنه امام حسین هم مثل هر انسان دیگری ممکن بود به طرز دیگری از دنیا بره، از جمله اینکه از نامردی روزگار دق بکنه حضرت امام، یا به هر حال یکی از این بیماری های رایجی که امروز هست و اون روز هم لابد بیشتر بوده بگیره، یا تصادف اتومبیل که نیست تصادف شطوری باشه. به هر حال میگوید که تو این قدم بزرگ رو برداشتی، کار خیر رو کردی و امام سوم شیعیان رو به درجه شهادت رسوندی. البته این رو من تو این شعر گفتم، نمیدونم چرا همینطوری زبونی هم دارم میگم، برای اینکه خب بعضی شعرها هستش که شاعرش اونقدر قدرت نداره که مسئله رو و اونچه که در ذهنشه یا در دلشه رو در کلام منظوم به صراحت و سلاست بگه. خودش هم گاهی باید بره دنبال شعرش. من هم یکی از این سراینده ها هستم و حالا میریم همراه هم که ببینیم این آقای شیخ چجوری و به چه زبونی و تا چه اندازه ای مدح شمر رو میگه و مقام او رو بالا میبره. گفت شیخی به شمر زلجوشن، زلجوشن یعنی صاحب اون جوشن زره، اون موقع ها مثل که همه زره نداشتن، چی بوده که یا ایشون زرهش خیلی نمیدونم طاغوتی بوده هرچی بوده که به شمر زلجوشن شدم دو تا زره میبوشه زلجوشن باشه. اینا دقیقا معلوم نیست، روایات مختلفه، میگن دو تا زره رو روی هم میپوچیده، دقیقا نمیدونم، ولی میدونم که گفت شیخی به شمر زلجوشن که دلم از جمال تو روشن. گفت شیخی به شمر زلجوشن که دلم از جمال تو روشن. شمر جان گرچه دل خورم خیلی، نام تو آورم به بیمیلی. گرچه کشتی امام سوم
سوم را شوکه کردی تمام مردم را. گرچه تو خاک بر سر احمق لطماتی زدی به نهضت حق، گرچه این کار غیر عادی بود غلط واقعا زیادی بود. من ولی دوست دارمت ای شمر، محترم می شمارمت ای شمر. تو خداوند بخشش و بذلی، گرچه مثل رئیس خود رزلی. یزیدو میگه که به هر حال شمر پادوی اون گفته با این مهر بکش بیا مثلا یه هم چیزایی. میگم این روایت هم روایت ها هم هر کدومش به قرائتی داره، قرائت های مختلف داره. حالا به هر حال در این که یزید مقام بالا دست شمر بوده که شکی نیستش که به همدلیل میگه تو خداوند بخشش و بذلی، گرچه مثل رئیس خود رزلی. چون که کردی به نفع من رفتار، از تو ممنونم و سپاسگزار. خوش بریدی سر حسین علی، دور باشد سر تو از کچلی. گرچه کردی دل مرا رنجه، مرحبا بر توان سرپنجه. خدمتی کرده ای تو بی تردید، که طرف گشت مفتخر به شهید. یعنی یک منتی هم از قول شمر، از جانب شمر سر امام حسین میگذارد که تو او رو افتخار شهادت دادی. بازم من مطمئن نیستم این چیزا پایه و اساسی داشته باشه. از قول این آخونده دارم میگم، من خودم اینجا هیچ گونه مثل همین رادیو تلویزیون و نشریات که اینجا اپوزیسیون ها در میارن اونجوریشن عقاید این بابا ربطی به رادیو فردا نداره، یا ربطی به ایندیپندنت فارسی نداره، یا ربطی به تلویزیون فلان نداره. حرف این شاعر هم ربطی به من نداره، حرف این شیخه ربطی به شاعرش نداره. خدمتی کرده ای تو بی تردید، که طرف گشت مفتخر به شهید. چون به هر حال آن امام عزیز می شد البته ناتوان و مریض. دیر یا زود در همان ایام، ضربه می زد کلسترول به امام. یا دیابت به او ضرر می زد، خنجر خود ز پشت سر می زد. یا که بودش فشار خون بالا، قرص آملو دوپین کجاست حالا؟ قرصی که شاعر می خورد حالا، اون موقع لابد مشابهش بوده. یا که بودش فشار خون بالا، قرص آملو دوپین کجاست حالا؟ یا پروستات او ورم می کرد، شیعیان را اسیر غم می کرد. یا که با سرعتی فزون از حد، در بیابان شتر به او می زد. آن زمان هم که بیمه میمه نبود، بهر صاحب شتر جریمه نبود. آمبولانسی نبود و اورژانسی، واقعا چه امام بدشانسی. و میگه و به هر حال سید الشهدا، تا ابد داشت زندگی ابدا. تا ابد با کسی نماند روح، شاهدش ارتحال حضرت نور. چه بسا آن امام را با مشت، یک نفر دزد راهزن
میکشت، غلط میکرد، چه بسا در نزاع با افراد کشته میشد بدون استمداد، یا که انگور سم زده میخورد دور از جان، بالاخره میمرد. انگور سم زده که میگه اشاره هستش که به هر حال حتی یکی از ائمه رو یکی از همسرانش سم به خوردش میده سابقه داشته است. اشاره شاعر ما به این مواردی داره به امام هشتم میگن همچین چیزی کار نداریم. حالا میگه که آره حضرت بالاخره از دنیا میره، یا که انگور سمزده میخورد دور از جان بالاخره میمرد، یا که از آن زمانه نامرد قصه میخورد و صاف دق میکرد. این به حقیقت میتونه نزدیکتر باشه، چون امام اهل حق و حقیقت بود و وقتی نامردی ها و ناهنجاری های انسانی رو میدید در جامعه، چه بسا که خدای نکرده دق میکرد، یا که از آن زمانه نامرد قصه میخورد و صاف دق میکرد. تو ولی خواستی شهید شود، بیشتر از همه مفید شود، خواستی تا بدون او رعدا بشود شاه جمله شهدا، شاه شهیدان. تو به او خدمتی گران کردی، نامان مرد جاودان کردی، رفت و نامش به سردر تاریخ، تابلو گونه نصب شد با میخ، مایه افتخار مردم شد، جاودانه امام سوم شد. این میان ارزش مقام تو نیست، بهر ما روشن است شمر عزیز. تو به ما عاشقان راه حسین کرده ای خدمتی بزرگین بین، قیمه نظری همین امروز مزدش همراه من است هنوز، جان تو بهترین غذا این بود، لیمو امانیش یه همچین بود، لپش با کهربایی وا، روغنش با کت خدایی وا، گوشتش تک تکه الماس، کیف کردم به حضرت عباس. سفره را دشت کربلا دیدم، دشت را صف به صف غذا دیدم، سفره را دشت کربلا دیدم، دشت را سر به سر غذا دیدم، لشکر مرغ در جلو به به، خیمه لوبیا پلو به به، سفره بود مثل صحنه جنگ، کارزاری بدون مکس و درنگ، دجله دوغ آن طرف جاری، لنگ جوجه نبرد اجباری، بخور از دیس و کاسه و سینی، هرچی میبینی و نمیبینی، ریختم آنچه بود در سفره، به گلویم شما بگو حفره، ریختم پشت هم به یاری حق، توی حلقم شما بگو خندق، بعد یک بار چشم خود بستم، علم ران بره در دستم، چشم خود را که باز بکشودم،
توی اورژانس فاطمه بودم. دور از جان ز خوردن انبوه شده بودم ز داخله مجروح. چمر جان در تمام این احوال کرد افکار من تو را دنبال، که تو خدمت گذار انسانی، در اومانیزم مرد میدانی، گرچه تو قاتل امام شدی، دشمن جنبش و قیام شدی، ولی البته حسن هم داری، خشم کفار بوده ای آری. تو همانی که در سپاه امام، در کنار علی علیه السلام، جنگ کردی به سهل و آسانی، ای نهو قاسم سلیمانی. بهره ور شد امام از این خدمت، شده بودی بسیجی حضرت. حیف شد که رسانه دشمن، زد به دعوای کوفیان دامن. خب تو هم ساده و ضمیرت پاک، تحت تأثیر فتنه ساواک. خب ساواک دیگه، اینا هنوز نون این حرفا رو دارن میخورن. خب تو هم ساده و ضمیرت پاک، تحت تأثیر فتنه ساواک، سر بریدی از آن ستود امام، و رسیدی خود تو هم به مقام. که اگر کشتی آن امام عزیز، کرده ای کشت و زرع حاصل خیز. مثل تو هر کسی که شیرین کاشت، پیش ما احترام خواهد داشت. دست تو درد نکند اخوی، همچنان با استوار و قوی. که گل ناز باغ کوفه توی، شاخه شیعه را شکوفه توی. این سه حرفی که نام و کنیه توست، اختصار مرام و بنیه توست. شم یعنی شجاع، مرد، رفیق، ثبت احوال کرده کار دقیق. شعر یعنی که ظهر عاشورا، بره با باقل پلو هورا. شم یعنی که در بدنسازی، معده و روده را بکن رازی. اربعین از تو زنده شد ای مرد، جاودان شد حماسه شل زرد. تو به حضرت اگر زدی ضربت، من به حلوا رسیدم و شربت. از تو شد اختراع ماه عزا، چه عزایی که متصل به قضا. شمر جان تو شکوه این دینی، الکی زر نمی زنن اینی. نایب صاحب زمانی تو، از ته چاه ارمغانی تو. تو درخشیده ماه حوزه شدی، باعث اکتشاف روزه شدی. شم را گرز روز برداری، تو من این صد تومن ضرر داری. تو حماس سرای دیرینی، رستم روزنامه دینی. رستم از شاه نامه گر برود، چه شود با مصیبت ها چه شود. شمر اگر غیب گردد از روزه،
بغز گله شود دم لوزه. متن روزه هر آنچه گشت درست، کپی رایت تمام آن از توست. گرچه شأن امام ما بالاست، روزهش سوده ترین کالاست. این تویی چلچراغ این حوزه، روشنی بخش تعزیه روزه. از امام شهید ما تو سری، قدری از او امام حسین تری. مثل آرتیست سینمایی تو، سوپرستار کربلایی تو. حیف که با تو شد جماعت بد، که نه گل دسته داری و گنبد. قبر تو کو که همره یاران، بکنیمش همیشه گلباران. نازنین آدرس صحیحت کو، حرم و بقعه و ذریحت کو. آینه کاری طلا و کاشی کو، گردگیری گلاب پاشی کو. تا بیایم خودم به پابوست، بکنم مثل ما بقی لوست. به کجای تو دست ما بنده است، نمره واتساپ تو چند است؟ صفحه‌ای توی اینستا داری؟ توی آن عکس کربلا داری؟ جان من فیسبوک داری تو؟ توی آن پست میگذاری تو؟ بهر من زنده ای به هر صورت، نکنم لحظه ای ز خود دورت. من که یک شیخ روزخان هستم، واقعا از تو قدردان هستم. من به تو جان شمر مدیونم، و از عطایت همیشه ممنونم. از تو دارم حریر عمامه، خشتک ابرشم به پیژامه. از تو دارم تراس و ایوان را، قصر اشرافی لواسان را. از تو دارم آژانس صیغه کشی، صیغه از بحر هر سلیقه کشی. از تو دارم جواز قتل و قتال، خیلی هم کشتم در این همه سال. از تو دارم سپرده ها در بانک، پادگان ها پر از هزاران تانک. عقد پنهان همسر پنجم، یا تجاوز به دختر مردم. من که بودم گدای گوشه نشین، سرورم بر ولادیمیر پوتین. نور چشمی دولت چینم، التفات تو کرده همچینم. شهرت من به پشتبانی تو، رفته آن سوی برکینا فاسو. من که بودم دعا نویس محل، میروم توی سازمان ملل. باز گویم اگر چه بد کردی، چمن کربلا لگد کردی. کشته ای آن امام صاحب نام، سهم ما کرده ای عزای امام. گرچه صفاکی و جنایتکار، من ولی دوست دارمت بسیار. گرچه در رنده مثل گرگی تو، لیک در چشم ما بزرگی تو. و تویی قهرمان کرب و بلا، آفرین بر تو شمر سل علا.